لیزا بیور دختران را بوسید بوسه ای که اشک آنها را درآورد فصل چهارم بیداری عشق یکی از شبهای زیبا و مطبوع ماه جولای بود. دیر وقت بود و من در راه بازگشت از یکی از بهمانی شام دلانگیز در خانه یکی از دوستان در حال رانندگی کردن به سوی خانه بودم. همسرانمان در سفر بودند و ما همراه با شش فرزندمان با هم شامی از پیشتین نشده و خودمانی خوردیم. در حالی که در ایوان نشسته بودیم و گپ می زدیم، بچه ها ساعت ها در حیات بازی کردند تا اینکه کوچکترها کاملا خوابالود شدند. وقتی به سمت خانهمان می رفتیم هر چهار پسرم کاملا ساکت بودند. تا اینکه یکی از پسرانم با درآوردن ضبط سود کوچکی از جیبش سکوت را شکست. مامان دلم میخواهد این آهنگ را گوش کنی. بلا فاصله فریاد دست جمعی اعتراض ها از پشت ماشین به گوش رسید. دوباره این آهنگ را نگذار تا حالا بیست بار این آهنگ را گوش داده. من نمیخواهم دوباره به این سرود سوزناک گوش بدهم. لاقل این را میدانستم که قرار نیست صدای کوبش سنگین گیتار باز یا فریادهای بلند بعضی از گروه های رپ مسیحی که بیشتر تابستان آنها را شنیده بودم به زور بشنوم پس در این آخرین ساعت شب یک موسیقی نرم و آرام چیزی بود که پذیرایش بودم. گفتم پسرها آرام باشید. من هنوز آن را نشنیدم و میخواهم بشنوم. آن را بگذار تا گوش کنیم. در پاسخ چند غرغر آرام و کوتاه از دیگران به گوشم رسید. اما آنقدر خسته بودند که دیگر بیشتر از این انرژی جنگیدن نداشتند. نوار شروع به خواندن کرد و همینطور که یک گروه مسیحی معاصر ترانه عاشقانه احساسی و بسیار پرحرارتی میخواند من با دقت گوش میدادم از گوشی چشمم به پسرم توجه کردم که هر کلمه نوت و تغییر آهنگ کلام این ترانه را میدانست مشخص بود که آن را به دقت گوش داده و وقتی با چنان احساسات سوزناکی آن آهنگ را میخواند کمی احساس ناراحتی کردم این ترانه قدرت فنانا پذیر عشق هنرمند و عهد او را در فنا کردن زندگی خود در راه عشقش اعلام می کرد. مرد جوانی در عشق خود به یک دختر جوان جان خود را تعهد می کرد. اما یک چیز به نظر من درست نمی آمد. آنقدر عم کرده بودم که بدانم هر چقدر هم این احساسات وقتی سراینده می شنود شریف باشد به ندرت به انجام میرسند. رسند. همه این افکار در یک لحظه از فکرم گذشت. متوجه شدم که پسرم در مورد این ترانه احساسی بسیار قوی دارد. بنابراین باید کلمات هم با حکمت و دقت انتخاب می شدند. او با صدایی پریشان پرسید این آهنگ فوقلاده است نه؟ با حالتی کاوشگرانه پاسخ دادم بله خیلی زیباست اما تو فکر میکنی که سراینده تعهد به چه چیزی میدهد؟ منظورش چیست؟ پسرم پاسخ داد او عهد می کند که در راه عشقش برای آن دختر هر کاری بکند و حتی اگر لازم باشد عشقش را با مرگ اثبات کند فکر می کنی که او می تواند این عهد را نگه دارد ترانه زیبایی است اما او چه جایگاهی در زندگیش به آن دختر داده است راهی را که باید برود دختر نشانش می دهد یا خدا می دانم که احتمالا شما همان فکری را می کنید که پسرم در آن زمان کرد این فقط یک ترانه عاشقانه است در مورد زمانی است که پسرها به نوعی متعهد می شوند و من هم موافقم اما کل ماجرا مرا به فکر کردن واداشت. در آن موقع پسرم به این دلیل با چنین اشتیاقی آن ترانه را می که در اعماق وجودش آرزو داشت که با همان اشتیاق تعهد و فداکاری آزادمنشانه کسی را دوست داشته باشد این ترانه اشتیاقی عمیق را که پیشتر در او ساکت مانده بود برانگیخته بود و من آن را میدانستم به آن روز بعد از ظهر فکر کردم و به یاد آوردم زمانی که بقیه بچه ها بیرون از خانه بازی می کردند او داخل خانه مانده بود و به این ترانه عاشقانه بارها و بارها گوش داده بود و وقتی مکررن از او خواسته شده بود تا بیاید و در بازی ها به آنها بپیوندد، او نپذیرفته بود. او اسیر این آرزوی باطنی و زیبای چنین عشق بزرگی شده بود. چنان که می توانست باقی عمرش را در پی آن و وقتی آن را پیدا کرد در پی حفاظت از آن صرف کند. من دیدم که چیزی نهفته در او بیدار شده و فرصت را غنیمت شمردم تو در سنی هستی که عشق شروع به بیدار شدن در تو می کند. حق انتخاب داری. می توانی بگذاری که عشق ای در تو بیدار شود و این عشق برای پنج تا هشت سال آینده در تو ناکام باقی بماند تا بتوانی دختری را که با تو ازدواج خواهد کرد پیدا کنی یا اینکه می توانی تصمیم بگیری که نوع دیگری از عشق در تو بیدار شود. یعنی اشتیاق تو برای خداوند تو باید بین این دو عشق انتخاب کنی چون زمان آن رسیده است که یکی از این دو بیدار شود. سلیمان این را میدانست و خطابه ای برای جوانان نوشت که همه ایام باقی بماند. پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور قبل از آن که روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست. جامع دوازده یک آنچه را با شما در میان میگذارم آن شب به شکل ساده تری با او در میان گذاشتم. در دوران جوانی است که عشق در ما بیدار می شود و قلب ما راه خود را پیدا می کند. فرض کنیم که این طور باشد. اما ما باید در عمل کنترل این امر را در دست گرفته و خود مشخص کنیم که چه نوع عشقی در ما شلور شود و عملکرد ما را تعیین کند باید بگذاریم که عشق رمانتیک بیارامد و خواب ببیند تا این اشتیاق ذاتی تا زمان بیدار شدنش خاموش باقی بماند اما در همان حال باید برای خدا عشقی پرشور را در وجودمان شعلهور سازیم آیا می توانیم در قسمتی عشقی شدید داشته باشیم در حالی که تعمدن در بخش دیگر منفعل باقی بمانیم به باور من می توانیم همانطور که عشق رمانتیک را در جایگاه نخست قرار دادیم این بار هم می توان در مورد عشق خدا این کار را کرد اما با تمرکزی متفاوت برای اینکه توضیح بدهم چگونه این اتفاق می افتد می خواهم به عقب برگردم و نخستین مواجهه خودم را با عشق رمانتیک یا عشق به یک جوانک از دوره مدرسه برایتان ترسیم کنم این داستان به سالهای نخستین مدرسه باز میگردد اما تقریبا تا سال پنجم هیچ علاقهای به پسرها نداشتم آنها صرفا مخلوقاتی بودند که وقتی در حیات پشتی راه میرفتیم یا در راه مدرسه بودیم بهترین دوستم مارسی را آزار میدادند ما وقتی عمیقترین رازهایمان را به یکدیگر میگفتیم به هم دلداری میدادیم این رازها شامل مواردی بود که بعضی پسرهای دیوانه سر و کلهشان پیدا میشد بند کیف دستی امان را میکشیدند و در جریان آن یکی از کلاهای ما را میدزدیدند معمولا کلاه مارسی را میدزدیدند چون او از همه قشنگتر بود و معلوم بود که معنی این کار آنها اعلام جنگ است ما به دنبال آنها میدویدیم و اموال دزدیده شده خود را میخواستیم در حالی که در تمام مدت از هر راهی که بتوان تصور کرد آنها را تهدید میکردیم و فهرستی بزرگ از نامهایی که آدم را تحت تاثیر قرار میدهد بر آنها میگذاشتیم. ما دخترهای آتشپاره سرسختی بودیم و زیر بار گردن کلوفتی پسرهای آزاردهنده نمی رفتیم. در بعضی مواقع پسرها از کارشان صرف نظر می کردند و متوجه می شدند که ما واقعا جان سختیم. کلاه برگردانده می شد و ما بقیه راه خانه را به خندیدن و فریاد زدن و برافراشتن دست ها به علامت پیروزی مشغول بودیم. اما بعد از کلاس چهارم مارسی رفت و من در مبارزه با پسرها تنها ماندم. کلاس پنجم مسائل شروع کرد به تغییر کردن. من شروع کردم به توجه کردن به پسرهایی که جدول مرا میخواستند. اگر شما نمیدانید جدول رود به بندی پسرهایی بود که من از آنها خوشم می آمد که به ترتیب از بالا تا پایین نوشته بودم. ابتدا کمی کدند بودم و وارد بازی فهرست رده بندی شده نمی شدم اما بعد چیزهایی شنیدم که مرا فریب داد و علاقه من کرد ماننده لیزا تو در جدول استفارد شماره سه هستی و در جدول ریکی شماره دو. همیشه در پاسخ می گفتم من نمی خواهم در جدول های احمقانه آنها باشم. اما شروع کردم به فکر کردن. اگر من شماره سه یا دو بودم، پس چه کسی شماره یک است؟ یعنی اگر از آنها خوشم نمی آمد، مفهومش این نبود که نمی خواهم شماره یکی این لیست باشم. آیا من یکی از سریع ترین دونده های کلاس نبودم؟ مطمئنا باید فکری به حال این موضوع می کردم. من باید در جدول یک نفر شماره یک می شدم. اما پرسش اینجا بود که در جدول چه کسی؟ آن وقت متوجه شدم که این جدول کشش خاصی برایم دارد. دخترهایی که من فکر می کردم حسل سربر هستند، آنهایی که با عروسک باربی بازی می کردند، در لیست پسرهایی که آنها را به خاطر کلاه دزدیشان به حساب نمیآوردم از من رتبه بالاتری داشتند. شاید من هم باید جدول خودم را تهیه می کردم یا شاید همه چیز را به مخاطره میانداختم و تنها نام یک نفر را می نوشتم. نسبت به این پسر احساس خوشایندی داشتم وقتی به مهمانی های دخترانه که شب هم پیش هم می ماندیم می رفتم او تنها کسی بود که وقتی در پی پاسخ به این پرسش که آن یک نفر کیست به خودم فشار می آوردم نامش به ذهنم خطور کرد میدانید سرانجام این پرسش برایم پیش آمد میدانم که تو هیچ کس را دوست نداری اما اگر باید با یک نفر عروسی کنی اگر اسلحه را به طرفت نشانه گرفته باشند چه کسی را انتخاب می کردی؟ او باهوش دختر پسند و با مزه بود همه دخترها از او خوششان می آمد بنابراین هیچ وقت دوست نداشتم نام او را ببرم چون مطمئن بودم که همه به من خواهند خندید به یاد داشته باشید من یک دختر شلوغ و سرسخت قسم خورده بودم بنابراین همیشه می گفتم هیچ کس. من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. اما وقتی در یکی از مهمانی های دخترانه که شب پیش میزبان مانده بودیم به کیسه خوابم رفتم او تنها کسی بود که به فکرم رسید و یک چیزهایی بین ما تغییر کرد. اون مرا در حیات مدرسه و در کلاس خیلی دست می انداد. اما وقتی در مطالعه های دست جمعی کنار یکدیگر می نشستیم همیشه با من حرف میزد. ما حتی نام نگاری های عمیق و احساسی هم رد و بدل می کردیم. به نظرت این کلاس باحاله یا آشخاله؟ جلوی یکی از این دو علامت تیک بزن. بعد از مدتی شایعاتی شنیدم مبنی بر اینکه من در جدول او در حال بالا رفتن بودم اما من ساکت ماندم سپس یک روز در کلاس یک یادداشت برایم نوشت و به دستم رساند او جدی بود و میخواست بداند که در جدول من چه کسی شماره یک است جدول من که هنوز وجود نداشت بدون اینکه پاسخی بدهم نوشته را برگرداندم و از او پرسیدم که در جدول او چه کسی شماره یک است او برگه را مچاله کرد و روی یک تکه کاغذ با این جمله پاسخ مرا داد من اول از تو پرسیدم کاغذ را به او پس دادم و با حالت معترضانهای پرسیدم خب که چی من دوم از تو پرسیدم به هیچ طریقی نمیخواستم به او بگویم که در لیست جدول من او نفر اول است و بگذارم تا او مرا در جدول خود نفر دوم بگذارد. تصور کردم که اگر من او را نفر نخست قرار بدهم اما او مرا نفر دوم قرار بدهد من هم او را به نفر دوم تنزل می دهم. وقتی ناگهان شنیدم که آموزگار هر دوی ما را به نام صدا می زند و هشدار می دهد که اگر دست از کاغذ بازی بر نداریم نوشته های ما را با صدای بلند در کلاس می خواند، رشته افکارم پاره شد. هر دوی ما رنگ ما سرخ شده بود و برای مدت طولانی سرمان را پایین انداختیم. آن وقت او زمزمه کرد. اسم آن نفر را کف کفشت بنویست. من هم کف کفش خودم می نویسم و هر دو نفرمان همزمان به هم نشان می دهیم گفتم باشه اما می به او کلک بزنم به جای اینکه نام کسی را بنویسم یک کلمه دیگر نوشتم از اینکه او نام مرا بر کف کفشش ننویسد بسیار ترسیده بودم او گفت تازه می شمارم و بعد هر دو به هم نشان می دهیم باشه؟ سرم را به نشانه توافق تکان دادم، لبخند زدم و تلاش کردم که خونسرد به نظر بیایم. در صورتی که تمام مدت قلب ده سالم به طرز غیر قابل کنترلی می تپید. همانطور که کف کفشش را به من نشان میداد تا ببینم، به نجوا گفت یک، دو، سه. کف کفشش حروف اختصاری پ ب نوشته شده بود که لقبی بود که او بر من گذاشته بود من کمی آرامتر پایم را که روی آن با حروف بزرگ نوشته شده بود برنده بلند کردم نیازی به گفتن نیست که او خوشحال نبود و من بلا فاصله از چشم او افتادم و کاملا از لیست او بیرون آمدم هر دوی ما رنگ ما سرخ شد و او حتی نتوانست در طول کلاس به من نگاه کند. حالا که موضوع برایم آشکار شده بود فهمیدم که مطمئنا دوستش داشتم اما او دوباره با من ارتباط حسی برقرار نمی کرد. و یک مشکل دیگر هم وجود داشت پسر جدیدی به مدرسه ما آمده بود که نامش جان بود این جان همسرم نیست و او به همه گفته بود که من در جدول او نفر نخست هستم. همه دخترها از او خوششان می آمد چون او برایشان تازگی داشت اما من از او خوشم نمی آمد. من همانی را دوست داشتم که از دست رفته بود هرچه بیشتر می شنیدم که جان مرا دوست دارد بیشتر به توجه او اعتراض می کردم به هر حال او حتی در کلاس من هم نبود تنها او را در حیات میدیدم و وقتی زمان عوض کردن کلاس ها او را در راه رو می میدیدم صورتم را به طرف دیگری برمیگرداندم تا نتواند هیچ یادداشتی به من بدهد تا اینکه یک روز مرا در جای بسیار دورتری گیر انداخت داشتم پیاده با چند نفر از دوستانم به خانه بر می گشتم و این جان و دوستش اریک سوار دوچرخه ما را از فاصله نزدیک دنبال می کردند و آوازهای آزاردهنده شبیه این می خاندند. جان لیزا را دوست داره جان لیزا را دوست داره من با ناامیدی سعی می کردم آنها را نادیده بگیرم اما حالا دیگر دوستان خودم هم از خنده نفسشان بریده بریده شده بود و از این آواز لذت می بردند صورت هم دختر و دختر می شد سرم را برگرداندم تا حقیرترین نگاه هم را نصار پسرها کنم و دستم را به نشانی که تهدید جلوی آنها بلند کنم که جان بر سرم پرید و کلاهم هم را قاپید و سوار بر دوچرخش فرار کرد. من با همه توانم به دنبال او دویدم و او را پای یک درخت گیر انداختم. او دوچرخش را انداخت و در حالی که کلاهم هم را در هوا تکان می داد تا مرا دست بیاندازد درخت را مانند ستونی در میان من قرار داد. او پرسید تو از چه کسی خوشت می آید؟ به من بگو و من هم کلاهت را پس می دهم. چطور جرأت می کند که کلاه مرا بردارد و به من دستور بدهد؟ یک چوب تنومند که جلوی پایم افتاده بود برداشتم. خب در واقع آن یک تکه چوب کوچک بود و در حالی که بر سر او فریاد می زدم یا کلاه هم را پس بده یا دوچرخت را داغون می کنم آن را به حالت تهدید آمیزی در هوا تاب دادم. او آشفته بود. برو دوچرخه رو را داغان کن برایم اهمیتی ندارد چون دوستت دارم چی او گفته بود دوستت دارم حالا دیگر همه داشتند میخندیدند و من عصبانی بودم او همه چیز را خراب کرده بود پیش از اینکه بدانم چه کار میکنم در حالی که چوب در دستم بود دور تنه درخت دنبال او دویدم از او یک بار دیگر خواستم که کلاهم هم را پس بدهد اما او به جای اینکه کلاه هم را برگرداند دوباره اظهار عشق کرد آخر کار خودش را کرد به اندازه کافی تحقیر شده بودم چوب را بالا بردم و بر سرش کوبیدم او کلاه را انداخت من چوب را انداختم نفس دوستان من بند آمده بود و دوست او دوید و آمد کنارش بدون اینکه مطمئن شوم او حالش خوب است کلاه هم را قاپیدم آن را محکم بر سرم گذاشتم و دست دوستانم را گرفتم و به طرف خانه رفتیم چهره هم برافروخته و گلگون شده بود دوستانم نمیدانستند چه فکری باید بکنند جان یک قهرمان بود من به درد سر افتاده بودم در دفاع از رفتارم بسیار یک دنده بودم بنابراین پیش خودم فکر کردم من که به او اختار داده بودم خودش گوش نداد شاید حالا دیگر راحتم بگذارد وارد خانه شدم و پس از این که به مادرم گفتم که پسر مزاحمی به اسم جان کلاه هم را از سرم برداشته بود به اتاقم دویدم حتی عهد کردم که در اعتراض به رفتار او هرگز با پسری که اسمش جام باشد عروسی نکنم هیچ وقت نگویید هرگز در امنیت اتاقم خلقم دوباره خوب شد و شروع کردم به انجام دادن تکالیفم کمی گذشت و زنگ در به صدا درآمد از پنجره اتاقم توانستم ورودی خانه را ببینم که خانومی در آنجا ایستاده که میدانستم مادر جان است دلم فرو ریخت چون تا حدی میدانستم که برایم درد سر ایجاد شده است خودم را در راه رو را پنهان کردم تا بتوانم آنچه در پاشنه در گفته میشد بشنوم داستان چیزی شبیه به این بود پسر ما به دختر شما گفته است که از او خوشش می آید و دختر شما با یک چوب بر سر او کوبیده است. تقریبا به نشانه اعتراض فریاد زدم. اما صدای مادرم را شنیدم که می گفت خب اینطور که من فهمیدم او کلاه دخترم را برداشته بود. صدایی که چیزی درباره خون و بخیه می گفت همه را ساکت کرد و مادرم شروع کرد به عذر خواهی کردن. به دنبال آن شنیدم که می گفتند چطور توانسته چنین کاری بکند و در ادامه صداهایی آمد که اطمینان می بخشید با من صحبت خواهد شد و سپس مادر دشمن رفت. پس از اینکه در بسته شد مادرم به سالن رفت تا تمام این داستان زشت را به پدرم بگوید. من به دقت گوش دادم تا صدای فریاری بشنوم اما در عوض صدای خنده شنیدم. آنها درباره رفتار من اظهار نظر می کردن. من همان موقع به آرامی به اتاق خودم رفتم چون آنها داشتند برای یک گفتگوی جدی به طرف من می آمدند. آن دو همه تلاش خود را کردند که به من توضیح دهند ده با چوب بر سر کسی کوبیدن چقدر جدی است. چه پیشتر اختار داده باشی و چه نداده باشی. به من گفتند که ممکن بود او را بکشم اما من فقط پوست سرش را شکافته بودم و او مجبور شده بود چند بخیه بزند از اینکه فهمیده بودم روز بعد سر او باند پیچی شده است و همه آن را می‌بینند، کمی احساس حماقت کردم همه میفهمیدند که من پسر تازه وارد را زده ام مادرم وقتی اتاقم را ترک میکرد گفت باید خیلی تو را دوست داشته باشد اما من فکر می کردم که آیا امکان دارد بعد از اینکه روی سرش کوبیدم و سرش بخیه خورد هنوز مرا دوست داشته باشد یا بتواند دوست داشته باشد شاید پسرهای دیگر این کارم را ابراز علاقه من به او بدانند یا شاید حالا دیگر او از من بترسد آن شب با این فکر به تخت خواب رفتم که روز بعد چه پیش خواهد آمد و کمی احساس حماقت و جدا افتادگی می کردم. صبح روز بعد کلاس پر از هم همه بود و وقتی وارد شدم آموزگار نگاه معناداری به من کرد. گروهی که اطراف من بودند پرسیدند راست است که تو جان را زدی و سرش را ترکاندی گفتم آره در حالی که سعی می کردم بی تفاوت باشم انگار که به آنها بگویم مسئله را بزرگ نکنید یکی از دخترهایی که باربی بازی می کرد از پشت میزش گفت باورم نمی شود که تو هنوز هم در لیست او اول باشی می دانستم که جان در لیست او نفر اول است. این دختر بور کوچک هندام حسابی خاطرخواه او بود. نمی توانستم باور کنم که هنوز حتی در لیست او باشم. وای، مادرم حق داشت. او واقعا مرا دوست می داشت. آن روز تصمیم گرفتم این شایعه را منتشر کنم که درباره دوست داشتن او و اضافه کردنش به جدولم فکر می کنم. پس از اینکه او را به شدت مجروح کرده بودم کمترین کاری که می توانستم انجام بدهم همین بود آن روز حتی یادداشتی را که در سالن غذاخوری به طرفم سر خورد برداشتم واقعا از حضور او به هیجان می آمدم این شاگرد کلاس پنجمی تا تابستان بعد که از آنجا بروند نسبت به من رفتار صادقانه ای داشت وقتی که می رفت گریه کرد. تقریبا هر شب می آمد و ما جلوی ورودی خانه ایمان می و صحبت می کردیم. فکر نمی کنم هیچ وقت دوباره او را زده باشم و همانطور که همه شما می دانید در نهایت با یک جان عروسی کردم. به هر حال چطور می توانستم در برابر چنین عشق سرسخت و مطمئنی مقاومت کنم پرسش خوبی است هر کدام از ما چطور می توانیم در برابر چنین عشقی مقاومت کنیم ما محبت می کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد اول یوحنا 4 نوزده ما می توانیم محبت کنیم به این خاطر که نخست خدا ما را دوست دارد و به ما احساس امنیت می دهد او امین است و همه ما در لیست او نخستین هستیم این محبت همان شکست های زودگذر دوره ابتدایی و یا عشق دوره نوجوانی نیست که با تغییر هر نیم سال مدام در حال نوسان باشد یا با ظاهر شدن یک دختر تازه در معرض خطر قرار بگیرد ما به عشق او اطمینان داریم چون پیش از اینکه حتی به او نگاه کرده باشیم او ما را محبت کرد حتی تا آنجا پیش رفت که آن محبت را در کتابی ثبت کرد تا همه ببینند نه اینکه با شتاب بر روی تک کاغذی بنویسد که سرانجام دور انداخته می شود او محبت خود را طوری اعلام می کند که تا ابد بماند و آن را با عهد خود تحکیم می کند. با محبت ازلی تو را دوست داشتم. از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. ارمیا سی و یک سه دقت کنید که در اینجا خدا افعال را در زمان گذشته به کار می برد. می گوید دوست داشتم انگار که بگوید مدتها پیش تصمیم گرفتم تو را دوست داشته باشم و هیچ وقت نظرم عوض نمی شود. بنابراین با همه قدرتم هم در پی تو هستم تا تو را به طرف خودم بکشم. برای جلب نظر تو هیچ محبت و رحمتی را دریغ نکردم تا تو بدانی که من سهم خودم را انجام دادم. بنابراین نخستین گام در بیدار کردن محبت ما نسبت به خدا این است که محبت او را نسبت به خود بدانیم و دریابیم. باید این مکاشفه را داشته باشیم که اگرچه رفتار ما ناخوشایند و زننده بود و در حال تاب دادن چماق در هوا بودیم او به ما نزدیک شد و در گوشمان زمزمه کرد. دوستت دارم. ما از اعمال دست او درس میگیریم آن را میخوانیم و می تا سنگینی حقیقت او در قلبهای ما رسوخ کند. ما نامهای خود را کف کفش او می جوییم. اما او نگاه ما را به بالا هدایت می کند. تا نشان من دهد که نه آنجا نیست. نام تو بر کف دستان من نقش بسته و سپس دست خود را باز می کند تا زخمی را که از قلم خوردن نام ما بر کف دست او ایجاد شده و تا ابد پاک نمی شود آشکار کند یا اینکه مهربانی شکیبایی و تحمل عظیم او را خار می شماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که تو را به توبه رهنمون شود رومیان دو چهار وقتی با حقیقتی چنین زیبا و بیکران روبرو شویم حق انتخاب داریم وقتی این حقیقت را درک کردیم چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهیم؟ آیا آغوش او را می پذیریم و ما نیز متقابلا آغوشمان را برای او می یا از لمس کردن آنچه نادیده است روی برمیگردانیم تا با آن چیزهایی که می بینیم و لمس می کنیم در ارتباط باشیم؟ باید بگویم که این مرحله از زندگی واقعا یک دو راهی ساده نیست بلکه جایی است که هر کدام از ما بدون توجه به سن یا روابطمان باید بر سر آن دو راهی بیستیم و تصمیم بگیریم به عنوان مسیحیان و شاگردان مسیح میدانیم که چه راهی را باید انتخاب کنیم اما اینکه چگونه باید این راه را پیمود همیشه بلا فاصله روشن نمی شود. زیرا وعده لذت فوری از امید به گنجی که با تأخیری طولانی به دست می آید بهتر به نظر می رسد. گام بدی ما در بیدار کردن اشتیاقمان برای خدا این است که کمکهای او را بپذیریم و با تصمیم به پیروی از او بر اساس آگاهی از عشق او نسبت به خود حرکت کنیم. روی خود را به طرف او میچرخانیم تا بتوانیم همان گونه که بر ما نام گذاشته شده باشیم. اما چگونه میتوانیم به کسی که نمی توانیم او را ببینیم پاسخ دهیم؟ او شاهزاده بعد هاست و با این وجود قابل دیدن یا لمس کردن نیست. مانند آن است که در یک دره پر از گل در زیر نور گرم آفتاب به خواب رفته باشیم. و وقتی بیدار میشویم نوشته زیبایی را پیدا کنیم که در آن شاهزاده عالم گیتی با دستان خود محبت ابدیش را ابراز می کند. این نامه نه تنها محبت او را بیان می کند بلکه در آن به ما پیشنهاد ازدواج هم میدهد. همانطور که نامه را در دستان لرزان ما نگه داشته ایم از خوشی لبریز می و به نشان سلطنتی کنار نامش نگاه می کنیم. در حالی که زربان قلبمان بالا رفته بر پاهای خود می پریم. آن شاهزاده مهربان کجاست که مرا دوست دارد؟ باید او را ببینم. باید چهره او را ببینم. دروبر را نگاه می کنیم. اما در دیدرس ما نیست. در آن موقعیت شما چه می کردید؟ فکر می کنم شروع می کردید به دنبال او گشتن یا از دیگران درباره مکان زندگی او می پرسیدید. شبانگاه در بستر خود او را که جانم دوست می دارد تلبیدم. او را جستجو کردم اما نیافتم. گفتم الان برخواسته در کوچه ها و خیابان های شهر گشته او را که جانم دوست می دارد خواهم طلبید. او را جستجو کردم اما نیافتم. قزل قزل ها سه یک تا دو ناگهان چشمانمان را از دنیای کوچکمان بلند می کردیم و با دیدی تازه به اطراف خود نگاه می کردیم. به هر طلو و هر غروب خورشید به شکلی عمیق خیره می شدیم و تلاش می کردیم تا در یک نظر او را ببینیم. در این نگاه آنی نیکویی او را می دیدیم و آن نیکویی از آن ما میشد شگفت زده به ستارگان آسمان که در ترس آمیخته با احترام شکوه عظمت او را آشکار می کنند خیره می شدیم و آنها هم بخشی از درخشش خود را بر ما فرو می ریختند. در شکوه و جلال آفرینش که جلوه آن ما را فرا گرفته است دوباره در شگفت می شدیم چرا که دیگر آفریدگانی نبودیم که بر روی زمین سرگردان باشیم در که محبت او همه چیز را تغییر می دهد. هر روز تبدیل به یک هدیه می شود و انگار که همه گلها برای شخص ما فرستاده شدند. آن وقت هر چیز نیکویی را که با دستان او شکل گرفته دریافت می کردیم و همه را می گرفتیم و نزدیک قلب خود نگاه می داشتیم. و میگذاشتیم که آن چیزها با شیرینی خود ما را محبت کنند زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید رومیان یک بیست حال نسبت به پیرامونمان واکنش متفاوتی نشان می دهیم چون در زیبایی های دیدنی اطراف یا طبیعت خصوصیات نادیدنی او را می بینیم. خصوصیات شخصی او را در هر جزئی از آثار او چه کوچک و چه بزرگ می بینیم. از آنجایی که مورد محبت او قرار گرفته ایم اکنون مترصد او هستیم. این بیشباهت به قضیه ابلهانه دوست پسر کلاس پنجم دبستانم نیست. به جای اینکه در سرسرای مدرسه از او رو برگردانم منتظر او می ماندم. هر یادداشتی که برایم می نوشت و به صندوق مخفیم در خانه می مشتاقانه می خاندم. آن نامه ها را در محیط خصوصی اتاقم با پس زمینه ترانه های عاشقانه دوباره می خاندم. پس از اینکه مدرسه تعطیل می آهسته راه می رفتم و می گذاشتم دوستانم از من جلو بیفتند. تا او بتواند به من برسد و تا خانه مرا همراهی کند بنابراین ما هم به همین شکل باید به دنبال فرصتهایی برای بودن با شاهزاده خود باشیم موسیقی میتواند پناهگاهی امن برای شکوفا شدن محبت باشد ارتباطی زیبا و الهی میان محبت و موسیقی وجود دارد. این دو یکدیگر را گسترش می دهند و آشکار می کنند. موسیقی قدرت دارد که ما را از خود بی خود کند. عشق بر بالهای موسیقی اوج می گیرد و سرودی را در قلبهای ما برمیانگیزد. کلماتی که در موسیقی قوطه بر شدند می توانند بخشی از قلب ما را لمس کنند که هیچ چیز دیگری به آن دسترسی ندارد همه ما خلصه ناشی از یک خوشی بزرگ یا فرو رفتن در های اندوه به وسیله قدرت یک ترانه را تجربه کرده ایم موسیقی کلید اصلی برای بیدار کردن محبت ما نسبت به خداست چرا که موسیقی قدرت این را دارد که ما را از واقعیت حال بگذراند و وارد حضور ناب خدا کند حقیقی ترین و عمیق احساسات ما را برانگیزد و آنها را نمایان کرده و ما را با فاصله نزدیکتری به قلب خدا برساند وقتی وارد دوره نوجوانی و جوانی می تاثیر موسیقی بر ما بیشتر می شود وقتی که بیان کلمات سخت و احساسات ما بسیار شدید هستند موسیقی می تواند از جانب ما سخن بگوید داوود هم به عنوان یک جوان هنگامی که ناگوریز مشغول مراقبت از گوسفندان بود برای اینکه خود را به خدا نزدیکتر و تنهاییش را پر کند قدرت موسیقی را به کار گرفت هنگامی که میسرایید حضور خدا را در بیابان با خود احساس می کرد. بعدها وقتی که پادشاه شد رابطه بین موسیقی و خدا را این گونه توصیف کرد اما تو قدوسی ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده ای مزمور 22 3 پرستش های ما جایگاه قدرت و اقتدار خدا را در زندگی ما بلند می کند. باز هم قابل توجه است که بسیاری از ما از تاثیر موسیقی در نوجوانیمان آگاهی کمی داریم وقتی عشق در ما بیدار می شود تقریبا به طور مقاومت ناپذیری به همان فصل از زندگیمان کشیده می شویم. زمانی این اتفاق می افتد که ما از نظر احساسی در آسیب پذیرترین حالت ممکن هستیم چرا که موسیقی قدرت آن را دارد که ما را آرام کند و یا به هیجان بیاورد. آیا می دانید که موسیقی مست دارد؟ پس باید آن را با حکمت انتخاب کنید. منظورم از این که می گویم موسیقی مس دارد چیست؟ در عهد عتیق بیشتر وقتها مس با روغن ریختن بر پادشاه، کاهن یا نبی یکی بود و آن نشانی ملموس از روح خدا بود. در عهد جدید مس نشان دهندگی ساکن شدن و قدرت گرفتن روح القدس برای آشکار شدن مسیح است. بنابراین موسیقی که برای خدا مسح شده باشد از روح القدس قدرت یافته تا ما را وارد حضور خدا کند چندین بار در پرستش اتفاق افتاده که حضور خدا کاملا بر من مسلط شده است گرچه او را با چشمانم ندیدم اما مانند این بود که او تمام وجودم را در بر گرفته باشد در آنجا در حضور اوست که کاملا احساس امنیت و مورد محبت قرار گرفتن می کنیم. زمان متوقف می شود و آسمان را درک می کنم من همیشه این رویا روی را با محبتی عظیمتر و اشتیاقی عمیقتر نسبت به خدا پشت سر می گذارم. موسیقی که حیات بخش و موجب تازه شدن روح باشد قدرت این را دارد که شفا ببخشد الهام بخش باشد و جان ما را آرامی دهد وقتی سرودی را دوباره می شنوم خواه سالها پیش آن را شنیده باشم و خواه چند روز قبل خاطره آن رویا روی برایم زنده می شود به طوری که انگار همین حالا آن اتفاق در حال وقوع است بنابراین موسیقی قدرت باسازی خاطرات را دارد. وقتی من و جان تازه ازدواج کرده بودیم به منطقه به نام سنت مارتین رفتیم. و در آنجا او مرا کاملا شیفته خود کرده بود. به حال خودمان بودیم و با غذا خوردن های طولانی در بالکن در زیر نور محتاب به هم رسیده بودیم. ترانه بود با سازهای زهی که در رستوران هتل آن را بارها و بارها می شنیدیم و حالا 18 سال بعد وقتی نخستین نوتهای آن را می شنوم به همان زمان و مکان برمیگردم در یک چشم هم زدن خود را در نور شم رستورانی به نام موج می بینم که چشمانداز آن اقیانوسی از درخشان در زیر آسمان پرنور و من به نرمی در حال صحبت کردن با شوهرم هستم. موسیقی قدرت آن را دارد که از نظر احساسی در شما نفوذ کند. به این دلیل مهم است که هدفمان را عاقلانه انتخاب کنیم. یک نوع موسیقی با ایجاد غرور میهم پرستانه ما را به اشک ریختن وامی دارد. همه ما وقتی سرود ملی را میخوانیم به نوعی این تجربه را داشته ایم. معمولا تاثیرات آن بیشتر بر احساسات عمیقی است که در زمان سختی ها یا پیروزی های ملی به وجود می آیند. نوع دیگری از موسیقی برانگیزاننده غم و اندوه است و افسردگی و ناامیدی مرگ و یا حتی خودکشی را به بار می آورد. آهنگ های دیگری هستند که خشم تنفر و سرکشی را برمیانگیزند فکر نمی کنم کسی درباره قدرت و تاثیر موسیقی در این قسمت ها بحثی داشته باشد. به همین شکل موسیقی قدرت دارد تا احساسات عاشقانه را برانگیزد و بیدار کند قابلیت این را دارد که واکنش جنسی را به شکل ناخودآگاه در بدن انسان بیدار کند ریتم های گوناگون فیزیک بدن را به وضعیت شدید برانگیختگی میرساند و وقتی که با یک ملودی عاشقانه همراه بشوند تاثیر این ترکیب انکارناپذیر است اگر میخواهید در پاکی زندگی کنید باید در برابر تاثیر این گونه موسیقی ها از خود مراقبت کنید چرا که حتی اگر شما نخواهید از نخستین خط دفاعی شما میگذرد و در ذهن شما مسکن میگزیند شاید شما هیچ وقت شخصا آن سرود ها را نخوانید اما به هر شکل پیام این ترانه ها بارها و بارها در ذهن شما تکرار می شوند. همه ما شنیده ایم که گاهی مردم غرولند می کنند. این آهنگ ابلهانه از ذهنم بیرون نمی رود. بهترین راه خلاص شدن از دست این آهنگ ها که نمی خواهید پیامشان در شما قوت بگیرد این است که با سرودن یا گوش دادن به ترانی دیگری آنها را جایگزین کنید. سرودهایی هستند که متعلق به زمینند و سرودهایی که متعلق به آسمانند. نه اینکه همه سرودهای زمینی بد باشند اما بیشتر آنها شما را به خدا نزدیکتر نمی کند اما سرودهای آسمانی این کار را می کند وقتی ما این سرودها را می سراییم، محبت و اشتیاق خود را به خدا اعلام می کنیم. این یک نوپرستش است و پرستش همیشه پرستنده را با مکاشفی بزرگتر از هدفی که او می قدرت میبخشد. هیچ وقت در طول تاریخ تا این اندازه موسیقی روح افزا در دسترس نبوده است. از آن استفاده کنید تا در حضور خدا با گرمای او گرم شوید. این موسیقی کاری نمی کند جزان که شما را به او نزدیکتر کند. چون موسیقی همواره به منظور نزدیکتر کردن اشاق بوده است. به طور خلاصه یکی از راه های بیدار کردن، قوت بخشیدن و تغذیه کردن محبتتان نسبت به خدا این است که همان روشی را که برای بیدار کردن عشق رمانتیک به کار می گیرید، با سرود به وجود آورید. شنیدن و خواندن سرودهای عاشقانه خطاب به خدا و درباره خدا شما را به او نزدیکتر می کند. پولوس پر شدن از روح را این گونه توصیف می کند. مست شراب مشوید که شما را به هرزگی میکشاند بلکه از روح پر شوید با مزامیر، سرودها و نقمه هایی که از روح هست با یکدیگر گفتگو کنید و از صمیم دل برای خداوند بسرایید و ترنم نمایید افسوسیان 5 18 تا 19 در این آیه ما به پر شدن از روح نصیحت شده ایم هنگامی که با صدای بلند میسراییم و در دلهای خود سرود میسازیم از روح پر میشویم اما این آیه کلید دیگری را نیز معرفی می کند و آن ارتباط ما با دیگران درباره خداست در اینجا درباره بعضی شهادت های بی حاصل نمی گوید زیرا می توانیم به این شهادت ها که به عنوان نوعی وظیفه در آمدند خاتمه ببخشیم خیر این مکالمه ای است که از محبت سرچشمه میگیرد. و کلماتی است که از قلبی که لبری شده جاری می شود. بیاد داشته باشید که مورد محبت قرار گرفتن هیجان انگیز است و دوست خواهید داشت که زیبایی آن را با دیگران تقسیم کنید. وقتی کسی را دوست دارید از ویژگی های او به دیگران می گویید. از نزدیکیتان با او به خود می بالید. وقتی چند دوست علاقه مشترکی به چیزی دارند، یک رشته پیوند اشتیاق مشترک بین آنها وجود دارد. این اشتیاق مشترک می تواند به دایره ای از دوستان شبیه باشد که در یک اردو دور آتش نشستند و در حالی که نور آتش در تاریکی اطراف پراکنده می شود و حیوانات وحشی را دور نگه می دارد، همه از گرما و زیبایی آن آزادانه لذت می رشته پیوندی وجود دارد که باعث می شود هر کدام از شما دیگران را اعتبار ببخشید و یکدیگر را در راستی تقویت کنید. راه دیگری که برای بیدار شدن و تقویت محبتتان نسبت به خدا وجود دارد این است که خود را در محاصره دوستانی قرار بدهید که درباره خدا درست صحبت می کند. مطمئن باشید که اگر تصمیم دارید اشتیاق شما به جای اینکه برای جنس مخالف زبانه بکشد برای خدا شله شود باید دوستان خود را با حکمت انتخاب کنید اگر در این نقطه از زندگی خود به دنبال عشقی زمینی و عادی باشید، آزاد خواهید بود که هر چقدر می خواهید بیغید باشید. اما اگر به دنبال رویای آن شاهزاده هستید، باید اطراف خود را با خانمهای دیگری که آنها نیز مانند شما در انتظارند احاطه کنید. میدانم که گفتن از عمل کردن تر است، اما این واقعیت وجود دارد. دوستان حقیقی عیسی دوستان حقیقی شما خواهند بود آنها درست صحبت می کنند چون درست زندگی می کنند دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید یوحنا 15 14 عیسی در اینجا شفاف صحبت می کند. دوستان عیسی احکام او را انجام می دهند و دیگران را نیز تشویق می کنند که این کار را بکنند. دوستان حقیقی همیشه شما را بالاتر می برند و به چالش در می آورند تا به روشی زندگی کنید که مورد پسند خداوندمان باشد. وقتی دوستان شما از عیسی پیروی می کنند همه شما به یک مسیر می روید و از روی یک نقشه راه پیدا می کنید. چه جوان باشید و چه پیر؟ این اصل صادق است. دوستان حقیقی شما را بر می تا کارهای خوب انجام دهید. آهن آهن را تیز می کند. همچنین مرد روی دوست خود را تیز می سازد. امسال 27-17 ترجمه قدیمی اینکه خود را با کسانی که در روح و هدف یک هستند احاطه کنید سرنوشت ساز است این بدان معنا نیست که شما همیشه بر سر هر چیز با هم توافق دارید اما از آنجایی که همه شما با روح مشارکت دارید باید تعلیم پذیر و محافظ یکدیگر باقی بمانید دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار زیرا سرچشمه امور حیاتی است امثال چهار بیست سه باید به دلهای من اولویت بدهیم اگر یک دوست وارد اتاق شما شود و همه چیزهایی را که ارزش مادی دارند بدزدد او در واقع نتوانسته نسبت به شما کاری انجام دهد چون نتوانسته به دل شما دسترسی یابد تنها راهی که برای دزدیدن دل شما وجود دارد این است که به نوعی دلتان به چیز دیگری وابسته شده باشد آن وقت خسارت میتواند به راستی بزرگ باشد به همین دلیل است که خدا به ما میگوید با تمام دل خود او را دوست داشته باشیم چون در او دل های ما در امنیت حفظ می شود دلیل دیگری برای آن که باید از دل های خود مراقبت کنیم این است که امور حیاتی از آنجا سرچشمه می گیرد. در یکی از ترجمه های انگلیسی کتاب مقدس به جای کلمه دل دلبستگی آمده است. یکی از مشتقات برگرفته از دل دلبستگی می باشد. جایگاه مهر و عاطفه شما تصمیم گیری های شما را جهت خواهد بخشید دلبستگی ها و علایق شما در نهایت بر همه قسمت های زندگیتان تاثیر خواهد گذاشت در این فصل درباره برانگیخته شدن اشتیاق و محبت ما نسبت به خدا صحبت می کنیم که این کار قلب های ما را درگیر او می کند باز هم این پرسش پیش می آید که چطور می توانم قلبم را درگیر کسی کنم که نمی توانم او را ببینم. اگر می خواهید بدانید که چگونه می توانید این کار را بکنید با کسی که پیشتر آن را به خوبی آموخته مشورت کنید. داوود پادشاه می دانست چگونه در پی خدا باشد و اشتیاق به او را در خود نگه دارد. او در حضور خدا چنان پافشاری میکرد که هیچ انسان دیگری نمیکرد. او در جوانی خود این جستجو را شروع کرد. و وقتی که مردی سال خورده شده بود نیز همچنان در پی خدا بود. داوود هرگز به محبت خدا یا وفاداری او شک نکرد و زندگی خود را در واکنشی پایدار و با شکرگزاری نسبت به او سپری کرد. خدایا، مرا محافظت فرما. زیرا که در تو پناه جستم خداوند را گفتم توی خداوندگار من جز تو مرا چیز نیکویی نیست مزمور شانزده یک تا دو خداوند را همواره پیش روی خود می چون بر جانب راست من است جنبش نخواهم خورد پس دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد مزمور شانزده هشت تا نه داوود چه می کند؟ خدا را در پیش روی خود قرار می دهد. چطور این کار را می کند؟ با ابراز کردن آنچه در دل دارد و به وسیله کلماتی که بر زبان می آورد. شما با کلمات خود دلی که قابل دیدن نیست را نشان می دهید چرا که دلهای ما همیشه از راه کلماتی که در صحبت کردن به کار می بریم آشکار می شوند. و برعکس دل ما نیز به وسیله کلماتی که بر زبان می آوریم شکل می گیرد. داوود نه تنها کاری که می کرد را برای ما بازگو می کند بلکه کلماتی را که به کار برده به ما ارزانی می دارد تا ما هم بتوانیم این چنین اعلام هایی داشته باشیم. در این مزمور داوود چند حقیقت قدرتمند را باز می کند که ما نیز لازم است همین کار را انجام دهیم. یک حتی پادشاهان نیز نمی توانند از خود محافظت کنند خدا را ملجای خود قرار دهید دو او را مال خود بنامید خداوند خود او را خدای شخصی خود بدانید سه به او بگویید چیزی وجود ندارد که بیش از او خواهانش باشید چهار همیشه او را پیش روی خود قرار دهید پنج او را با نحوه زندگی خود برتر قرار داده و جلال دهید. 6. در هر کاری که می کنید او را پیروی نمایید. 7. چون همه چیز در دست او است پایدار خواهید ماند. 8. از آنجایی که دیگر تصدی امور در دست شما نیست راحت باشید و شادی کنید. نه در او بیارامید. وقتی محبت و عهدی را که با خدا دارید ابراز می کنید رشته های موجود در بینتان محکمتر می شود او پیشتر کاملا به شما متعهد شده است اما شما می توانید سرسپردگی خود را نسبت به او بالا ببرید چگونه ادامه دادن رابطه عاشقانه ایمان با خدا فرایندی است که باعث وارد شدن نجات به زندگی هایمان می شود که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزاند نجات خواهی یافت زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارساش مرده می شود و با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد چنان که کتاب می گوید هر که بر او توکل کند سرفکنده نشود رومیان ده نه تا یازده ما هر رابطه ای را در زندگی های مان از طریق کلمات و رفتارهای مشابهی شروع می کنیم و گسترش می دهیم. شاید این کلمات کلماتی باشند که تعهد را نشان می دهند. مانند قولها، پیمانها یا زمانتها یا شاید کلماتی باشند که کمتر حالت رسمی دارند اما با این حال کلمات قدرتمندی هستند که در بین خانواده و دوستان به کار می روند. کلمات در محیطی امن و دوست داشتنی با توصیفی که از آرزوها و ترسهایمان می کنند ما را به هم نزدیکتر می کنند. کلمات می توانند شفا و پاکی را به قسمت های مخفی زندگی ما وارد کنند. برای اینکه از اشتیاق به خدا و حضور او در قلبتان محافظت کنید همانطور که دوستان خود را با حکمت انتخاب می کنید در انتخاب کلمات هم حکیم باشید بدانید که آنها اندک اما ارزشمند خواهند بود شاید این برای شما مکاشفه نباشد اما بیشتر ما ذاتا خودخواه هستیم و این بدان معناست که ما در ذات انسانیمان نمیدانیم چگونه به درستی محبت کنیم خدا عشقهای ناقص ما را می خواهد تا در عوض عشق و محبت کامل خود را به ما ببخشد. حتی ما را قوت می بخشد تا او را محبت کنیم. او وعده می دهد که این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد. زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. رومیان پنج پنج تنها نیاز داریم که همین را از او بخواهیم. پدر آسمانی عزیز، احساس می کنم که درونم به جنبش درآمده است. می خواهم که در پاسخ به عشق تو در من نیز محبت شله ور شود. من بیوفا بودم در حالی که تو همیشه وفادار بوده ای. می خواهم تو را بشناسم، خودت را بر من آشکار کن، بر کلمات داوود تاکید و دعا می کنم چرا که دل من در پی تو است ای خدای من مرا محفوظ بدار چون تنها در پناه تو خواهم جست تو خداوند من هستی و جدا از تو هیچ چیز نیکویی ندارم دلم را در خزانه امن تو پنهان می کنم همیشه تو را در پیش روی خود قرار می دهم زیرا تو در دست راست من راه می روی و من نخواهم لغزید این را باور دارم و دل من شادمان است با صدای بلند خواهم سرایید و تو را با تمام جان و دل ستایش خواهم کرد به دور از هر آسیبی می آرامم و در امنیت استراحت می کنم زیرا در پناه تو هستم و در زیر بال تو پنهان خواهم شد با عشق دختر تو